شبنم خانم هم همکار ما هم دوست خانوادگیمونه. ببینم چیزی شده؟ یه گزارش در مورد مواد مخدر داشتم. آها، اما انگار چیزی پیدا نکردن. تو ماشین چیزی نبود قربان؟ اجازه میدین شبنم خانم برن؟ بفرمایید. شبتون بخیر. دیگه نباید مقابلم باشی، باید در کنارم بجنگی، پس یادت نره. تا گوون نره مجازات میشی. دیگه حق نداری بین من و زنمو به هم بزنی عشقم. یعنی چی کار میکنی؟ شبنم بارون باش، بارون باش. من زندگیمو به پات گذاشتم، 20 سال تمام به پات نشستم، نصف عمرمو پات موندم. چرا؟ به نظرت چرا؟ چرا؟ چون زشتم؟ نه، اگه الان اراده بکنم هزار تا آدم بهتر از تو برای من صف میبندن. سرهان، فکر کردی محتاجت بودم؟ به پولت احتیاج داشتم؟ نه خیر، مثل خر کار کردم، واسه خودم پول در آوردم، حاضر بودم بعد از رسیدگی به زن و بچه ها توی وقت یه اضافت بیایی پیشم. باید میموندم؟ نه خیر، چرا موندم؟ چرا پیشت موندم؟ چون که دوستت داشتم. تو هم میدونی، میدونستی و با این حال رفتی با بهترین دوستم ازدواج کردی. سرهان، گفتم بسه، تموم شد دیگه، تموم شد و رفت. اما نه، خودت ولم نکردی. چرا؟ چون که میدونستی نسلیهان هیچ وقت عاشقت نمیشه. نکن. من عاشق نسلیهان، شبنمم عاشق من. نه سیخ میسوزه نه کباب میسوزه. شبنم چرت و پرت نگو. پس آخه چرا نرفتیم؟ زنت داشت طلاق میگرفت، میگفتی به درک. پول دزدی بچه رو داشتیم، تازه اون بچه هم که مال تو نبود. سرهان چرا نرفتیم؟ به هم بگو چرا نتونستی با هم بیای و پشت سرتم نگاه نکنی؟ چون عاشق زنمم. با وجود همه چی اما من شوهرم و فدای عشق تو کردم. ببین الان اعصاب جفتمون خرابه شبنم، بریم یه جا بشینیم حرف بزنیم. مثلا کجا؟ هتل خوبه؟ داری چی کار میکنی؟ چرا اومدی اینجا؟ خانوادت باز ولم نمیکنن. چالا برای رد کارت برام شهر درست نکن تو رو خدا. آخه باز چی پاشتی اومدی اینجا تو؟ من میخوام یه چیزی رو بگم. یعنی چی؟ به نظرت شبیه چیه؟ کیسته، پولیپه، توموره، داری میبیری چالا؟ خود بخواد دارم راحت میشم از دستت دیگه. بچه است، یعنی بچه ماست.